اللهم صل على محمد و آل محمد بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام محضر شما برادران بزرگوارم و خواهران گرامی و عزیزم تبریک عرض میکنم سال روز آغاز ولایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو محضر شما عزیزان و منتظران حضرت صاحب الزمان امسال ما با یک مسئله مواجهیم در کشور اونم بحث اقتصادیه همم هم با گوشت و پوست و استخون اون رو در واقع در کردیم منتها خب این کجای این مطلب ما قرار گرفتیم کجای این زمین بازی ما قرار گرفتیم چیکار داریم میکنیم این باید بر ما مشخص و واضح باشه در این هم شکی نداریم که اصر آخر و زمان اصر امتحانها و بلایاست فراوان شنیده ایم که ای صبح از خونهشون مؤمن میرن بیرون شب کافر برمیگردن از مولامون امیر المومنین شنیدیم که ای در این عصر جوری غربال میشن که جز چند لقمه نانی از انبار آردی سالم و بدون آفت باقی نمیماند و از اون سمت نگرانیم که یک وقت خدایی نکرده جزو مردودی ها و رفوزه های این امتحانات نباشیم و صد البته خوشحالیم از اینکه در این عصر پرآشوب ناممون شیعه است ناممون محب اهل بیت منتظر امام زمان هستیم همه اینا ارزشمنده این خوف و رجا کنار هم دیگه این امید رو داریم سر جای خودش اما این خوف هم هست از این جهت که یه وقت خدای نکرده در این آزمون ها سرفکنده نباشیم این رو محکم خدمتون ارز میکنم بسیاری از امتحانات در آخر و زمان اگر شیعه حکومت تشکیل نده اصلا زمینه آزمون شدن به امتحان شدن فرام نخواهد شد امکان نداره ما دوستان فراوانی داریم رفیقامون از بچگی باشون دوستیم از دوره راهنمایی دبیرستان دانشگاه خدمت خیلی هم با هم به قول نداریم رازهامون رو به هم میگیم اما بعضا توی تعاملاتمون با مردم یا با یه جملاتی مواجه میشیم طرف میگه که آقا ما با هم خیلی رفیق بودیم و تا این که بحث اقتصادی بینمون پیش اومد تا این که با هم شریک شدیم یه کار مالی پیش رو گرفتیم این کار که انجام دادیم پدرمون در اومد رفوزه شدیم دعوامون شد الان قطع رابطه کردیم نه اصلا با هم دشمنیم آقا اصلا طرف داره زیرا با میزنه این نشون میده که اینها با هم دوست بودن اما دوستی که هیچ وقت محک نخورده بوده فقط کافی بوده پول بیاد وسط تا بفهمی پول دوست داره پول دوست داره تا پای و نهی اومد وسط ناراحت شد یه رفیق شد رفیق شد رئیس رفیقش سخت شد با هم رفیق بودن از اول انقلاب کرده بودن یکی بالاتر قرار گرفت به خاطر شایستگی های اون آدم یا هر دلیل دیگه یکی پایین تر قرار گرفت اونی که پایین تر قرار گرفت ناراحت شد آقا ما با هم رفیق بودیم اصلا من زودتر اومده بودم من اصلا اینو آوردمش نکته سا نشون میده نه این رفاقتی نبوده محک نخورده بوده حداقل این رفاقت محک نخورده بوده باید محک میخورد بارها مثال زدم میگم بعضی از ماها مثل این کتری های آب جوشیم که این املا کبره بسته همچین خوش شده رسوب کرده ته این کتری بله هر بار شما آب میریزی چای درست میکنی اینا کنده نمیشه اما فقط کافیه این کسی یه بار سرد و گرم درست حسابی بشه روی شعله قرارش بدی بعد آب سرد بریزی دورش مینی قالبی تیکش کنده میشه در میاد بله باید محک درست حسابی بخوری تو تا حالا محک درست حسابی نخورده بودی این نکته است چقدر ما خودمون رو تو اصر آخر و زمان در مقابل این امتحان ها؟ قوی میدونیم شیعه تا موقعی که حکومت تشکیل نداده بوده نشسته بوده کنار کارش چی بوده یه چی دیگه میریم روزه امام حسین میگیریم توی روزه امام حسین هم تا دلتون بخواد اومده مثلا مراسم برگزار کرده همونجا هم بعد بریم محک بخونیم ببینیم تونستن یه هیئت داری درست بکنیم یا نه شد ده تا هیئتمون یه هیئت بشه نه برعکس یه هیئتمون حی... بشه ده تا هیئت یکی بگه من دوست دارم این مدلی با این زاویه سینه بزنم یکی بگه دوست دارم من با این زاویه سینه بزنم افردا هیئت محبان این جوری سینه زدن و اون جوری سینه زدن شکل بگیره نه ظاهرا دینداری دینداری مد نظر برخی از آقایان دینداری که نباید خیلی خیلی باهاش ور بر بری یه دینداری سکولاره که ذره وارد مسائل مالی نشی وارد مسائل حکومتی نشی وارد مسائل سیاسی هم نشی هیچ کاری هم انجام ندی بعد من نمیدونم اشد و علل کفار رو هم بینام قرآن رو کجا دلم بذارم بعدش هم میگه تو رکوع و سجودن اول اونا رو میگه اشدو علال کفار رو همه بینام بعد میگه اونا رو میبینیشون در حالی که در حال رکوع و سجودن میگه داداش اینا از ما نخواه ما همون رکوع و سجودش رو خوب انجام میدیم ولی از ظالینا هم خوب بلدیم بکشیم حرفه ای هم میکشیم خاصی حرف ضاد و جوری برای تلفظ میکنم هیچ عربی نتونه تلفظ بکنه این فهمشون از اما جسارتا ارزبنده اینه که امام زمان حرکتش جنسش سیاسیه جنسش حکومتی و حاکمیتی است جنسش از جنس تشکیل ولایته میگه زیر بیعت هیچ کس نمیره زیر علم هیچ کس نمیره همه باید باش بیعت بکنن این نیست که آقا بشینه بالای منبر حضرت امام زمان مثل امام صادق علیه السلام فقط بحث‌های علمی و دینی مطرح بکنه چهار هزار تا هم شاگرد داشته باشه اینها رو ائمه قبل انجام دادن امام زمان وجود منصور دوانیقی نخواهد پذیرفت آیا شیعیان برای اون روز آماده شدن نه آقا بعدش آماده میشن آمادگی بعدش که به درد نمیخوره که آمادگی بعدش که اصلا آزمون نیست چون امام زمان امام منصور امام پیروز امامی که پیروزه و قطعا پیروزه رو شما کاری نمیتونی بکنی بگی آقا ما هم نیان پیروزه این آزمون ها قبلش گرفته خواهد شد من معتقدم با جمهوری اسلامی داره گرفته میشه عراقی ها چند وقتیست دولت مستقل خودشون تشکیل دادن هر روز دعواس تو عراق دارید میشنوید خبراش سر انتخاب یه نخست وزیر جریان صدر نمیدونم چی 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 انواع اقسام جریان ها صبح تا شب دعوا میگه ا تا قبلش که فوش میدادیم به صدام علیه صدام خوب متحد بودیم تو نفی صدام خیلی خوب بودیم اما چرا کنار هم نمیتونیم وایستیم به خاطر اینکه دینداریتون به درد خودتون میخوره ما هم از اینا داریم ما هم از اینو داریم برداشتن ده تا اسرائیل بلکه صد تا اسرائیل کالا آسونیه فرعون ها غرق شدن نمرود ها سقوط کردن اسرائیلی که دو روز نمیتونه جلوی راکت های حماس دوون بیاره یه جنگی رو شروع میکنه دو روز نمیتونه دوون بیاره بعد در اثرش دو تا وزیرش از جمله وزیر جنگش استعفا میدن بعد ائتلاف نتانیاهو از اکثریت میفته دوباره باید رای گیری بشه این میخواد بیاد مثلا با جمهوری اسلامی که میگه من فقط خودم به کنار فقط حزب الله نزدیک 80 تا 100 هزار تا موشک داره نه از اون راکتای حماس موشک درست حسابی و جوندار و نقطه زن اون خواهد بیاد به ما بجنگه اصلا داستان داستان آمریکا و اسرائیل نیست امام گاه چه غلطی بکنه ما هم داریم غلط های اضافی رو میکنیم کار خودمونه بلد نیستیم دینداریمون دینداری سکولاره دم از انقلاب میزنیم کچلوارمون کچلوار سکولاریزمه آقا وارد بحث های سیاسی خب وارد بحث سیاسی کسی 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 محک نمیخوره تا حکومت تشکیل ندی تا بحث قدرت و ندی کسی محک نمیخوره به خدا بحث این پیش اومد که مسلم ابن عقیل جانشین ابا عبدالله سکوفه آقا از شیعیان امیر بود سلیمان سرد خوزایی نپذیرفت گم از سنم بیشتره من خودم و و بیارم زیل مسلم حسین رو قبول دارم ها. مسلم نه تعارف که نداریم که مسلم ابن عقیل معصوم نبود اینا همه میدونیم اما اینا معمور بودن پاشوایستن یکی از اساتید تاریخ صحبت میکردم راجع به اون روزی که ابن زیاد هانی و نگه داشته بود توی قصر و پنجاه نفر بیشتر آدم نداشتون بیرون اون داخل گفتم تو نقلای تاریخی هست که چار هزار نفر گفت شما کمترین نقل تاریخی رو میگی نقلای تاریخی معتبر داریم تا بیس هزار نفر آدم بیرون بود نفری یه آب دهن انداخته بودن ابن زیاد کارش تموم بود اما اون جامعه جسارتا آمادگی نداشت آقا نماز نمیخوندن چرا؟ حج نمیرفتن عالی پس مشکلشون چی بود؟ سیاست ورزی بلد نبودن حکومتداری بلد نبودن حکومت کردن بلد نبودن راحت میتونستی ازشون رأی بگیری راحت میتونستی رأیشون رو بزنی راحت گول میخوردن چهار نفر آدم و فرستاد بیرون مثل این شبست بین ای و کی و اومده اینا رو ترسونن گفتن سپاه شام تو راه ال و بل و فلان و اینجور چیزا قالب تویی کردن پنجاه نفر فقط اون تو بودن آیا داستان مختار رو که دیدید هفت هزار نفر رو گردن زدن هفت هزار نفر اگه می کشته میشدن امروز شهید بودن حداقل من به شما میگم اگر میجنگیدن اتفاقی نمیفتد موارد متعدد تاریخی داریم در تاریخ صدر اسلام و بعدش که تعداد کم بر تعداد زیاد غلبه کرده نه زمان پیامبر در بعدش موارد فراون داریم چرا اینا نتونستن اینا اینا آزمون ندادن اینا رو ازشون آزمون نمیدونم مثلا ولزالین تو الفش شد یه انگوش بکشی چهار انگوش بکشی از این آزمون ها ازشون بگیری خوب وارد بودن اصلا قرائ کوفی مشهور بودن عزیز من مشکل یه جا دیگه بود شما نمیتونی بیای بری توی دعای ندبه بخونی بگی عین هادم و ابنیت شرک و نفاق کجاست اون کسی که منحدم میکنه بناهای شرک و نفاق رو یعنی چی یه معماری منافقانه است یعنی چی میگه نه یعنی بناهای تو آخر زمان شکل میگیره که اون بنا ذاتش نفاق و دروغه مثلا سازمان ملل میگه همه رو میاد منحدم میکنه تو از این جنس نباشی دروغ میگی منتظری دروغ میگه منتظری این قاطع و حبایل الكذب و کجاست اون کسی که کسی که چاه های دروغ دامه های دروغ و دروغ پردازی و افترا رو جمع میکنه قطع میکنه دامه هایی که برای انداختن برای گیر انداختن مردم با دروغ و افترا دروغ میگه منتظری اگر امروز رسانه هایی رو میبینی که سر تا پاشون دروغه و مردم رو دارن فریب میدن و دارن دروغ میگن از این طرف مردم رو هوشیار نکنی از اون طرف اون دامه ها رو تا قد و قواره خودت جمع نکنی تو شکلت و عنوانت و رویت مهدوی نیست آقا تو رو جون مادر دینداری ما رو سخت نکن نمیتونم رو اینقدر پیچیده نکن نمیتونم شک نکنید انقدر میفهمم که اگر این حرفا رو نزنم محبوبیتم بیشتر خواهد بود لعنت بر اون محبوبیتی که جلو حق به خود لعنت بر اون محبوبیتی که دروغ و ببینی حرف نزن بلدیم بریم یه جوری حرف بزنیم فالوور جمع کنیم کاری نداره میشه هم به نل زد هم به میخ زد اما اما این المنتظر اقامت لعقامت الامت و العوج میگه اون کجاست اون کسی که کجیها رو درست میکنه بشینی بی خیال کجیهای رو در جامعه ببینی سکوت کنی لالمونی بگیری بعد بگی آقا جان بیا آقا بیا آقا بیا دروغ میگی این المرتجا ازالت الجور و العدوان به فکر از بین بردن جور و دشمنی نباشی ظلم رو ببینی سکوت کنی بعد از انتظار بزنی اینه قاسم و شوکت المعتدین کجاست اون کسی که میشکونه در همکوبنده شوکت ظالماست میگه کجاست اون کسی که تو دهنی میزنی تو دهن ظالما شوکت اینا برای خودشون به وجود آوردن آقا جون تو آخر زمان ظالما برای خودشون دیسیپلین میسازن شوکت برای خودشون به وجود میارن میگه کجاست اون آقایی که میزنه شوکت اینا رو میشکنه بعد من الان ببینم آقا مثلا خب این صهیونیست‌ها این آمریکا این این ور اون طرف برای خودشون شوکتی درست کردن بعد من این بغل نشستم یا حسین یا حسین میگم یا مهدی یا مهدی میگم از اون طرف فرکانس شبکه هم از همون انگلیس و آمریکا داره پخش میشه دیسیپلینشون هم حفظ میکنم تو دهنشون هم نمیزنم معلوم این نوع حرکت ها مورد بغض و غضب و حقد اون افراد قرار میگیره معلومه میان میشکننت معلومه بهت حمله میکنن فرازهای دای ندبه تو این حوزه فراونه برید بخونید و امام زمانی هستید الحمدلله این کاریت میدونید دارم چی میگم حضرت ابراهیم حضرت نوح هیچ کدوم نتونستن حکومت تشکیل بدن حضرت موسی حکومت تشکیل داد والله فرعون غلطی نتونست بکنه به پیر به پیغمبر فرعون غلطی نتونست بکنه سربازای فرعون هم هیچ غلطی نتونستن بکنن هواپیما و ناوهای جنگی و اینجور چیزاشون هم اگه میداشت نمیتونستن کاری بکنن دریا رو براشون شکاف اما سامری و قارون غلط کردن هر غلطی بود از تو قوم خود موسی زد بیرون بیاید این بخش از قرآن رو حذف کنیم سوره بقره رو حذف کنیم سوره اعراف رو حذف کنیم سوره طه رو حذف کنیم کلا سر خودمون بذاریم میتونیم پس دروغ میگیم وقتی شب قدر قرآن میذاریم رو سرمون دروغ میگیم ما معتقد به قرآنیم قرآن میگه به پای سامری باش که از نسل حضرت یوسف بود میگه به پای خود قارون باش که پسر امو یا پسر خاله حضرت موسی بود اینا خطرناک شدن اون جایی که قوم بنی اسرائیل مورد امتحان اقتصادی قرار گرفتن چپه شدن گفتن لن نصب رو علا تهامن واحد گفت برای اینکه برسیم به اون جامعه وحده داده شده به اون عرض موعود یه چند روزی یه خورده مقاومت بکنید باید خودمون بتونیم بسازیم تازه خدا هم برکات خودش رو بهشون میرسون من و برشون براشون میرسون اما خستهشون کرده بود غذای تکراری لنم یعنی نفی للعبد یعنی عمرن دیگه ما در مقابل این غذا دیگه نمیتونیم کوتاه بیایم یه فکری با حال ما بکن گشت نمونه این ارتباطی با فرعون نداشت دقیقا خدا اینجا میخواد بزنه تو دهنشون به حضرت موسی میفرماد بهشون بگو اگر نمیخواید اینجا بمونید پاشید جمع کنید برید اه به تو مصرن پاشید برید گمشید برید توی شهری بی خود کردید دم از ظهور زدید مگه میشه تو بیای دم از ظهور بزنید دم از دولت اسلامی بزنید نزنید تو دهن فرعون اساش و حضرت موسی هم روز اول که انداخت عزیزان من دقت بفرمایید اساش رو انداخت فرعون روی تخت خودش رو عریکه سلطنتی خودش به خودش ادرار کرد تو کل شهر پیچید میگه بسم الله کارتو درست کن امیدت به خدا باشه برو جلو من میدونم چیکار کنم نمیتونی سکوت بکنی بیان توی آبهای سرزمینی تو بچرخن قلدری کنن از ده هزار کیلومتر اونورتر ناو بفرستن اینجا ما ناوی نفرستادیم اونجا میگن تو با آمریکا چیکار داری آمریکا با ما چیکار داره ما داریم زندگی خودمون میکنیم حضرت موسی با فرعون کاری نداشت میگفت بزن من قوم بردارم برم شما کاری با توی آمریکا چیکار داشتیم تو سفارت لونه جاسوسی بود اینجا تو نابه داده ده هزار کیلومتر وردشتی آوردی اینجا سربازتو می تو میفرستی تو آبای سرزمین اما خب اسیرم میگیریمشون از غذا تاریخ دوباره تکرار میشه این کماندوشون هم بند خدا ادرار کرد به خودش فیلم ها و اکساش هم در اومد تک تک اون رو الان دادگاهی کردن دیگه تو آمریکا نمیتونی این دینداری درست نیست ما آزمون اقتصادی خواهیم شد اینا الان نمیگم اون که عزیزانی که سخنرانی عبرتهای بنی اسرائیل رو گوش کردن میدونن بنده این حرفا رو هشت سال پیش زدم هشت سال پیش اینا رو گفتم اون موقع این داستان ها نبود این تحریم ها به پیر به پیغمبر نبود گفتم آزمون جهاد دادیم بعدیش آزمون اقتصادیه از کجا گفتم گفتم این سنت های الهیه از قوم موسی آزمون جهاد گرفت آزمون اقتصادی گرفت از پیغمبرش هم گرفت از رسول الله هم گرفت از قوم امیرالمومنین هم گرفت از ما میگیره ما خونمون قرمز سر نیست آزمایش ندیم امتحان ندیم این توهم بیایم بیرون راه چیه باید مقاوم بشی اینقدر مقاوم بشی که اون ضربه های اقتصادیشون رو تو اثری نداشته باشه ما که نه ما که دولت اسلامی حکومت اسلامی نظام اسلامی این چیزها داریم حرفش رو میزنیم نه روسا و چینی هم دارن دلار رو حذف میکنن اونا که آمریکا رو دشمن میدونن دارن به فکر این کارن یعنی اصلا دینم نمیداشتی باید میفهمیدی حالا که دینداری حالا که معموریت الهی بر دوش تو بر گردته این وظیفه تو رو صدچندان میکنه باید سطح سواد مردم رو ببریم بالا بلد نیستیم باید یاد بگیریم باید مردم بفهمن پای پولی کشور چرا داره هی تونتون میره بالا مردم باید بفهمن عزیزم کل یارانه های یک سال مردم ایران نزدیک چیزی بیش از چل هزار میلیارد تومنه روزی بانک های ما هزار میلیارد تومن به نقدینگی کشور اضافه میکنن یعنی پول یه ماه و نیم پول یه ماه و نیم گندی که بانک میزنن باعث شده که برخی از آقایون شب واریز یارانه ها دل تو دلشون نباشه بعد بیای بگی این مشکل اون مشکل نیست اونو سکوت کنی نبینی مزهک نیست وقتی ندونی وقتی نفهمی وقتی بلد نباشی بدونی و بری یاد بدی از اینها سوء استفاده میکنن رأی تو میزنن نظر تو عوض میکنن هیچ وقت فراموش نکنید یکی از اصلی ترین دلایلی که کوفیان پای عبا عبدالله را خالی کردن یک اتفاق و یک خبر بود خفنا طرح العطا گفتن می ترسیم یارانه والله لازم اون موقع دولت ابن زیاد یا بگیم دولت یزید به بخش های مختلف کوفه که جمعیت های متفاوت داشت صد هزار تا میداد صد هزار درهم میداد این صد هزار درهم بسته به نوع زندگی اونها بین بخش های مختلف تقسیم میشد چون اون موقع آدما حقوق یکسان نداشتن نجومی بگیرم داشتن چون زودتر مسلمون شده بود چون از اشیره خاص بود چون عرب بود بیشتر حقوق میگرفت فلزا این صد هزار تا بین آدم های مختلف متفاوت تقسیم می شد ابن زیاد یه حرف زد گفت من کاری ندارم از اون بخش جمعیتی شما یک نفر به حسین ابن علی به پیونده گوش کن یک نفر به حسین ابن علی به پیونده کل پول صد هزار در همه کل جمعیت رو قد می کن. جوری شده بود یارو می گفت خودم به درک بلنشم برم زن و بچم چی؟ نگرانی نونشون نیستم پول مثلا دو سه هزار نفر دیگه هم قد شده ها؟ اونا چیکار میکنن با خانواده من میتونن تو خیابون دیگه را برن برای همین ابو برای این که اتمام حجت کنه زن و بچهش هم آورد که بگه نگاه کنید اونجا خطاب به لشکر پر عبارات عجیبی داره که آدم جگرش تکه تکه میشه خدا شاده حضرت فرمود نفسی مع انفسکم خودم جونم آوردم کنار جوم شما با هم دیگه قیام کنید و اهلی و اهلی زن و بچه‌م آوردم که کنار زن و بچه هاتون باشن نگید آقا زن و بچه‌ش در امانن خودش بلند شده اومده نگید یه وقت اینجوری نگید اب بچه شش ماهه برداشتم با خودم آوردم که نگید اینطور میتونه حضرت اونو بچه رو بذاره بمونه تو مدینه با مادرش بلند شه بیاد میخواست اتمام حجت کنه گفتم میترسیم خفنا بابا ترسیدیم تر این تر عطایی که به ما میدادن قد چیه صد هزار همه کل عشیره من قد میشد چیکار میکردیم اون موقع ای بی نداره بذار سرش هم بره والا نی بعدش هم زدن تو سرشون گفتن خاک بر سرمون این اتفاق افتاد اما دیگه سودی نداره باید ما نگران فرهنگ اقتصادی باشیم باید بفهمیم اولویت ها چیه هم بفهمیم هم بفهمونیم ما باید بدونیم نیازهای حقیقی مردم چیه نیازهای واقعی مردم چیه نیازهای کاذب چیه اینا رو بشناسونیم اگر من و تو رو نیازهای کاذبی که دشمن داره تشدید میکنه دست میذاره مردم گیره حقوق شهری دانشگاه و مدرسه و اجاره خونه و پول پیش خونه و اینان طرف یهودی میاد تو رسانه هاش یک مسئله ای که مثلا اگر بری نظر سنجی بکنی دو درصد هم براشون مهم نیست و میاره میکنه مطلب اصلی دشمن میگه این نیازتون ها اونو کار نداشته باشید اما مسئولیتون اینو بخواید هر دفعه هم دقت کردی تا مردم خدا حواستشون جمع بشه که این خبر رو پخش میشه خب بیا دخترم که رفتم مثلا ورزشگاه خوبه حل شد الان دلار درست میشه انشالله دیگه میاد رو همون هزار تومن وعده داده شده درست میشه دیگه نمیدونم رابطه اقتصادی اون ورزشگاه و دلار چیه من نمی... من اقتصاد خوندم نمیدونم رابطه چیه اما میگن رابطه داره یک سری چه بعد بفهمم اینو این موجب موج سواری میشه برای کسایی که در داخل انقلاب هستن و انقلابی نیستن من باید چیکار کنم باید روشنگری کنم مردم یه سری نیازهای حقیقی دارن حقه، اما نمیدونن دشمن میگه اینا رو فراموش کنید اصلا به سمت ذهنتون نیاد ما باید چیکار کنیم خودسازی کنیم الگوسازی کنیم بگیم آقا این نیاز درسته اینو بدون اینو بفهم میگم به ما چه بیایم مسکن بسازیم به ما چه ازدواج جمع بابا این نیاز حقیقی این آدمه آی دولت ها از هر گروه و از چپ و راستتون بیاید ازدواج جوان ها رو درست کنید این باید مطالبه بشه میگه نه از ما از ما چیزی نخواید هیچی نخواید از ما اما ردیف میکنیم تو پس و پناه هر که هر خواست بکنه آزادی آقا آزادی یه کاری میکنم گیر ندارم. از من خونه نخوا. من افتخار میکنم یه واحد خونم نمیسازم یا بابا تو وظیفت تو باید بیا اینجا به پیر به پیغمبر جز قانون باید درست بکنی لافش رو زدید نه اینا رو اما نخوا نیازهای حقیقی مردم اونو چی نیازه واقعی هم دشمن میاد ایجاد نارضایتی میکنه ناامیدسازی سازی میکنه هیچ کشوری پیدا نمیکنی که برای ده تا روستا برای ده تا روستا برق بکشه ببره این کار جمهوری اسلامی کرد انقدر نگفتیم امثال من و شما اون آقاین انقلابی نما که برخورد گزینشی میکنه یه بخشیشو میگن یه بخشیشو نمیگن متوجه چی میگم یه بخشیشو نمیگن مثلا هیچ وقت در مورد خودروسازی پاسخگو نمیشن هیچ وقت دولت رو دولت عوض میشه همینه اما اینجا ما باید چیکار کنیم باید جهاد تبیین درست کنیم بیایم بگیم وای بر ما کار به جای رسید که رهبر مملکت باید بره حرم امام رضا آمار سد سازی بده آمار جاده سازی بده بگه آ جمهوری اسلامی ما بعد از انقلاب اینقدر سد ساختیم آقا بی سوادی اینقدر بود اینقدر رسوندیم آقا از دکترا رو میرفتیم از هندوستان پزشک هندی می آوردیم الان الحمدلله داریم صحبت اینه که از پزشکمون برن به کشورهای خارجی کار به که رهبر مملکت در عالی ترین صد باید بره گزارش بده چرا چون رسانه لال مونی گرفته چون من سکوت کردم چون ما لال شدیم ما خودمون گیت شدیم کدوم نیاز حقیقیه کدوم کاذبه کدوم واقعیه کدوم رو باید تبیین کنیم با کدوم باید برخورد کنیم کدوم باید روشنگری کنیم نمیدونیم بعد انتظار دارید که مثلا مشکلات اقتصادی هم حل بشه کانال تلگرامی یه کانال تلگرامی متعلق به یه بهایی ساعت یک و نیم نصف شب اون از زمانی که دلار تا بیس هزار تومن رفت بالا ساعت یک و نیم نصف شب ساعت پست گذاشته که دلار 18 و 500 پست قبلش 18 تومن بوده من میخوام بدونم یک و نیم نصف شب چه معامله چه مبادله انجام شده دلار شده 18 و 500 یک کانال تلگرامی امنیت اقتصادی مملکت رو به چالش میکشید کجا ما کار فرهنگی نین ملت ریختن دولاراش بابا چهار نفر آدم دو نفر رو اعدام کردن دو نفر آدم اعدام کردن دفعه اول خبر اعدامشون اومد دلار اومد تو هشت تومن دیدید خبر اعدامشون اومد خبر محاکمشون اومد دفعه دوم اعدام کردن دلار الان اومده باز دوباره پایین با اعدام دو نفر میبینین چی؟ یعنی اثر فرهنگی اینا یعنی ما تو این مسائل آماده نیستیم شروع بکنیم یاد بگیریم بابا ارزه چیه تقاضا چیه این دلار چه ربطی به اقتصاد ما داره که بتونیم مطالبه صحیح کنیم که از هم گولمون نزنن اگه نفر خواست بره مجلسی که خواست بره شورای شهر یه خواست رئیس جمهور بشه هر جایی خواست بره لا، این لازمه ای زیستن تو آخر زمان ما نسبت به این مسائل هوشیار باشیم من از وقتی هم که در اختیار بنده گذاشته بودن لطف فرموده بودن یه خورده عدول کردم اضافه هم صحبت کردم واقعا من کسی نیستم میخوام از شما تشکر بکنم با کار و مشغلتون که تشریف آوردید اما حقیقتا به عنوان خودم خودم به عنوان یک نفر که حالا تو این جمع حاضر شدم اما الان چون تریبون دستمه خاک پای شما سرمه چشمان ما توتی های چشمان ما که نشون دادید پا کار امام زمانتون هستید همزمان تو مراکز استان دیگه هم داره برگزار میشه خیلی زحمت کشیدن خیلی جابرخ از استان همکاری نکردن اذیت کردن یک جوری مثلا سنگ کردن خدا شو فکر میکرد مثلا نکنه برای مثلا یزید میخواد مراسم بگیره خبر نداریم خودمون خب اینا هم درست بشن تعجیل در فرج امام زمان ان چشم هممون به جمال نورانی آقامون روشن بشه انشالله این ایام نزدیک باشه در ایام عمر خودمون باشه انشالله خدا ذریه ما رو نسل ما رو از خادمین اهل بیت و امام زمان و شیعیان و محبینشون قرار بده سلواتی هم.